داداش یعنی عمو یونس هر روز این همه راهو میخواد بره بیاد؟ آره من به خدا باید بیاد بیاد دیگه بالاخره کار همینه دیگه خسته میشه که بالاخره این کار دیگه سلام خیلی خوش اومدید خوبی؟ این آقا یونس هسته؟ بله سلام میگم سلام خیلی خوش اومدید یونس اومدیم آقا یونس رو قرض بگیریم ازتون ببریم امروز زودتر سلام آقای چاوشی سلام خیلی قشنگ بهرام ببینید از فردا میان اینجا و تو اتاق پایینم ور میداریم غیر از دو تومن حقوقت 5 تومن دیگه هم به خاطر این اضافه کاری بهت میدم ماهی 7 تومن جمعاً دانشگاه دخترت هم که خیلی نزدیک بهت میشه دیگه راحتی اینجوری ما نمک پرورده هستیم آقای چاوشی شما بفرمایید من در رو باز میکنم آره بپر باز کن در رو اجازه بدیم نه باز میکنم آقا یونس کف شد بیزنم بله چش یونس این تخته اینجا بزرگه خب بله ببرم اتاق تهیه اتاق بزرگی میشه هم تلویزیون بچه‌ها اینا برای نشیمن اینا خیلی خوب دست شما در نکنه آره. چشم اینو پس ترتیب شما داد بریم بله میگم بچه‌ها ببرم اون فرق آره دست مریم ببرم این اتاق رو حالا بیا ببین یعنی تخت رو بیارم این اتاق آره دیگه اینجا ببین چشم سومونه رو هم تو تراس رو به دریا میخورین و حالش رو ببینیم البته من که سومونه رو صبح زود تو باغ محل کار میخورم ولی بچه ها میخورم ما نمک پرورده هستیم من از صورت حالش رو ببر دست شما در میخورم حالش رو ببر فقط آقای چاوشی من یه خواهشی هم داشتم میخواستم اگر اجازه بدید من این دوربینا رو قطع کنم که اون خانم دخترم رفت آمد میکنن آره چرا نه دست شما درد من خودم خاموش میکنم دست شما درد خواهش میکنم زحمت افتادین ببخشید بابا خب اینم دوربینا همه خاموش این کلیدام که مال انبار بله بله میدونم اونا مال اتاقا و خب بیا کمک کن اینا رو جمع فرشرم جمع کن چش شما دست نزنید شما دستتون رو کثیف نکنید من جمع باریکلا یا علی این این کارتون که هیچی ولی باید چند تا کارتون از پایین از انباری بیاری؟ بله بله اینا رو بچینی تو چشم اتفاق رو باریم وسایل اینجا بیفته این شیوا خانم پوست از کلت میکنه نه بابا چی کار آقا یونس دارم چرا واسه دو تا دیگ باید پوست از کلت آقا یونس شیوا خانم خیالت آقا یونس این صندلی ها رو بزن چشم آقا یونس بله بله میگم که شما بچه ها که بزرگه من خیالم راحتی خب فقط مهمون اینا نیاد یه بخشیش ما این خونه در اختیار شماست نه ما که مهمون نیاد این شم دنیا خیلی گرمه من راست که کسی رو نداره فامیلاش تهرانم منم که کسی رو ندارم نهایت برادر خانومم شیش ماه تو این شیش ماه یکی دو بار به ما سر بزن دست درد نکنه آقا یونس کفش یا کفش حالا بله بله میگم در میاد دست حالا این شش ماه مهمون نیاد تو رو خدا نیار دیگه چش عمو یونس هفته یه بار آب دادن این نخل یادت نره ها نه بابا جان 11 سال خودم دارم آبش میدم واسه همین منم 11 سال دارمش دیگه وظیفه‌م بوده بابا جان دست درد نکن بیا بیا نسبیا چش می سرینو بدی چش یادش بخیر 11 سال پیش واقعا این چقدر بود؟ اینقدر بود نه مجید 5 سال بیه آه بگم علی یا الله
علی بودو بابا چلو کباب مگه نمیخوای؟ بودو بودو قربونت برم. آقا سلمان سلام عرض شد. آقا امشب ما یه چلو کباب میدی؟ سلام سلمان. سلام سلام. خوبی؟ سلام خوبی؟ خیلی خوش اومدیم. منو پنیر نذارین بهتون بدیم چه برسه چلو کباب. خوبی عمو؟ با پسرت اومدیم. بله اصرار داشت بیاد ببینیم میشه شما رو راضی کرد. بشین بابا جان. از الان داری زبون بازی یادش میده دیگه. از دختر بازی و کفتر بازی که بهتره. پیش بچه بعده. دختر بازیه. بعده بابا. خوشگل بودی چه اشکالی داره؟ اما سرمان یه پنج شیش ماه به بابا فرصت بده. پنج شیش ماه؟ میخواه ازم چک ازش نگیرم. ببین دارم ازده میریزم. ای بابا جان تو مگه نمیخوای مهلت بگیری معذرت خواهی کن از آقا سلمان؟ آقا سلمان معذرت میخوام. بارکلو بگو که من بابا هم نمیتونه هشت دو سه روز انگلیس میدونی آقا سلمان بابای من که نمیتونه تو هشت دو سه روز دویست میلیون جور کنه. آقا چهار ما بهش مهلت دادم نتونست پاس کنه. یه پنج ما دیگه هم فرصت میدونی تو میگی که این میگه ها. آقا بلند شو بریم بابا جان. دستتون آقا سلمان میخوای یه مشتمال بهت بدم؟ نه نمیخواد. میطلبه بابا. بابا نمیطلبه نمیخواد. هر دفعه که دوست داشتی بابا. بابا نمیطلبه. آقا تعارف نکن دیگه پاشو دیگه. آقا میگم نمیخواد. پاشو بدنت نرم میشه. من بدنم سالم نمیخواد بابا. بیا نمیخواد. بیا تعارف نکن. آقا نمیخواد. آره دیگه. چرا تعارف میکنه؟ بابا با این کارو نمیتونی خراب کنی. چرخ بچرخ. آقا نمیخوام ماساژ نمیخوام ماساژ نمیخوام چیه بخواب بخواب باز خوابیدی ها با روغن میخوای قشنگ ماساژت بدم ها بعد بچه زشته اجالت بکر بابا بایستا بابا میخوام ماساژت بدم نمیخوام ماساژ بدی خدا لعنتت بابا دو تا چایی هم میاری برامو؟ آوردم میاد الو سلام یونس جان نه خوبم خوبم اومدیم هم با علی میایم باشگاه کشتی کشتی چه خبر؟ چی؟ از که؟ واه شانست زده خونه بون گندگی میشه مال شما دیگه ها؟ شیش ماه؟ کجا میره؟ آمریکا خوب اون تا بیاد با خونه رو حال میکنیم توش باشه باشه من فردا یه وانت میگیرم میام آره قربونت حالا در تماسیم خداحافظ خداحافظ من در کل آدم بدبختیم ولی خب لای همین بدبختیام گاهی اوقات جفشیشم زیاد میارم میخوام یه ماجرا رو براتون تعریف کنم که فکر میکنم براتون جالب باشه
کفشا، کفشا در. بابا جان. کفشا تو در آر ماما. کفشا در. این اتاق هم نشیمنه. چه خونه این خونه تا. این اتاق؟ نشیمنه. آقا فرخ با تو هم هستم. کفش، کفش برای دارم. دستم بنده بابا. اوی. اوخ. بذار بابا اینا رو فعلا اینجا. ای چی خانیه؟ حالا دست نزنید چیزی. دست نزنید. دست نزدم. نم که. واه چه بزرگه. خب اینو خواب کنن این برای مسترات. نه این برای مسترات. دستشوی بابا دستشوی بگید. دستشوی بابا تو حوض بشیریم ما دستامونش. چیه دستشوی؟ بیا بریم اتاق خوابم. کفشو گرفتی گذاشتی رو تخت؟ بیا. خب بریم اون لباساتون هم تا خانم نشینی روی تا کسیف میشه اینجا فقط برای خواب ها برای فکر نکنی بیاین خانم بیاین بریم اون اتاقو ببینیم بیاین ندید بدیدا بیاین کجاست؟ اون اتاق پشتیه؟ اون اتاق تایی یواش سوراخو او بالا رو ببینی اینا رو برای چی قایم کردن؟ اینقدر اینا قشنگ هم ببین قدیمی بالا صد سال پیشه نه بابا اینا قدیمی تره نونه بابا این خوابه؟ نه بابا چرا دیگه چاوشیشون گفته تختا رو بیاریم اینجا اتاق چاوشی ما هم دوتا اتاق بیشتر نداریم مستراب نداره؟ یعنی ما با این دایی تخت جمشید هم رفتیم دنبال مستراب بود ببینه 2500 سال پیشه این اتاق چیه؟ اتاق بازی صبح تا شب این تو بود چاوش بزن اونجا بود اینو بزن اونجا شو خواهد چقدر؟ پنجا پنجا خدا بدونستن شما بخوابین رو تخت پسرا بخوابن رو زمین که منم تو اتاق تنها باشم همه فکر تو شده بزن بیاریم حالا تخت و این بچه ها چیه او تختی شد بابا تا دیروز رو زمین میخوابیدی نخنی بده تو خود رو کاه میخوابیدی تو چرا بود کسانت اینم آشپزخونه آخ آره دیدم من عاشق این آشپزخونه چی میگن آشپزخونه باز؟ اوپن 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 آره اینا چیه؟ اینم از این جزیره هم داره دست فقط بچا خیلی به چیزی نزنی اون چیه؟ کارتون نه کدوم؟ نکن سعی اینا امانت آقا فرو امانت اینا چی گذاشتن توی یخچال؟ شما کفشتو بپوش اوه یه بابا توی یخچال چی گذاشت؟ اه هندونه گذاشتم برام بخ هندونه بفرما نیار بابا جان اونا رو نیار قربانه شما اینجوری میخوری اینم با الدنگ چجوری هم؟ با دست باید بخوری؟ آخ با دست نخوریم بابا اینجا ببین چرخ من چه؟ بابا بیا بخور بازم بخور تنگار نه یکی واو برخ داری میری بالا چیکار؟ بگو سعید کلید اتاقا رو بیاره بالا اون بالا چی کار میکنی فرو؟ خب میخوام اتاقا رو ببینم جرمه؟ بده بیاره دیگه ما بریم دریا دریا؟ ببینیم این رو باز زمین چه وقت دریا؟ من میرم نه به هم نمیریزی ها مجید به هم نمیریزی ها احترام مادر تو دیگه الهی دایی نه لانکورس هر اتاق یک کلید داره نمیدونم وای وای این اتاق شبیه یه ملیونه توش کنم چی دایی؟ هیچ دایی ما با ماهینه داریم میریم دریا شما هم بابا بیان من این اتاقه رو ببینم میام خب باشه وف کن کلیدو به من ببرم چی؟ کلیدو بده ببرم دایی نه نه چیز امانت دایی باید ببرم کلیدو ببرم برو بچه پر بابا ما رفتیم شما به دایی بیاییم آقا اینجا چقدر اتاق داره؟ سه طبقه هست خیلی بزرگه
من مدت چکم داره میرسه. سه ماه دیگه هست. 82 روز دیگه بدبخت شدم. چی کار کردی؟ هیچ. چشم هم بزنی 82 روز میرسه. بله. خب چیزی جمع کردی؟ آره یه 7-8 من تو این یه ماه و نیمه جمع کردم ولی خب کمه. بچه هم مریض بشه باید همه رو بدی بره دیگه. کمرت خوبه؟ بیا. اون که چرا نماد این دستتون رو من نماد. بیا اینجا بشین یه ماساژ بدم. حالت جا بیاد. میخوای ماهی بیشتر بخری؟ ماهی که با خودت میدونی از 20 فروردین تا 20 مهر ماه سه تعطیله. من که گاهی اوقات قاچاق ماهی سفید میکنم که خب چقدر خیلی خوب درست حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم دیگه گرش به دست خودت باز میشه. من اگه داشتم تو دریغ میکردم فرو. به این چاوشی گفتی تا 6 ماه دیگه امریکاست ها؟ اونور خب اینجا 7 اتاق داره ما حداقل 5 تاشو میتونیم اجاره بدیم یه پولی دست بده دست آقا. من گفتم شما منو بی خودی ماساژ میخوای منو خر کنی فرو مگه خر داری منو خر میکنی با یه ماساژ؟ آقا تو اصلا خری اگه اینجا رو اجاره تو خری که فکر میکنی من خر میشم با یه ماساژ دست بده وایسا میخوای لخشی؟ نه خوبه نکن بچه ها میان میبینن فکر میکنه من بچه‌ام. اجاره بده بره دیگه. اجاره چی بده؟ مال مردم مردی به ما اعتماد کرده. چپو شوهرت بگو یه کمک بکنه. چه کمکی؟ این چک 200 میلیونی داره اذیت میکنه. آخ ولی چند روز دیگه است. ببین من از من یعنی خونه‌ای که بعد یه عمر خریدم هنوز اتاقاشو رنگ نکردن بعد 3 ماه دیگه بدم بره. حیف نیست؟ یونس پول نداره که چجوری کمکت کنه. خب این اتاقا این ویلاه است اینا رو میتونیم اجاره بدیم. هم در پول خوب میشه در آورد. همیشه دربستی اجاره داد هم اتاق که اینجوری مسافر راحت تر پیدا اتاق خونه مردم رو کرایه بدی؟ خب چی میشه؟ یعنی چی میشه؟ خب خونه مردمه. آقا چاوشی که گفته 6 ماه دیگه میاد. اگه خبردار شه؟ از کجا؟ یکی بهش بگه. کی بهش بگه؟ یکی هم ما باید بگه دیگه. من که نمیگم. بابا شما رگ خواب اینو بلدین. باهاش صحبت کن هم 200 تومن من پاس میشه. همین که شما با یه پولی میرسید. ما پول نمیخوایم. دست درد نکنه. یعنی چی نمیخوایم؟ بابا ما اگه درست کار کنیم خوب کار کنیم شبیه 5 میلیون کاسبیم ها 5 میلیون چجوری؟ هر اتاق میتونیم شبیه 1 میلیون کرایه بدیم 80 شبه دیگه خودت حساب کن دیگه پرش میشه 400 میلیون اصلا نصفم پر کنیم میشه 200 میلیون تو اصلا مدرسه درست درس خونده بودی الان لازم نبود من اینا رو بهت بگم دیگه آره راست میگی تو یکی درس خوندی عاقبت بخیر شدی واسه کل خاندانمون بسته خود میفهمی چی میگی امکان نداره یونسی رو برای همچین کاری بره خب تو سعید بهش بگیم میره دیگه نه نمیشه دلش میسوزه نمیذاره یه چیزی میگه واسه خودم ای من میرم به سعید میگم بیاد پیش تو یه جوری بهش نه فکر کنون بمون چی نه جوری. نرو چی کار بتونم بکنم بابا سه ما دیگه بعد از این خونه داریم یارو هم آقلی که 25 بستادم آقا گوش میکنی آره گوشم با شما 56 میلیون چون برای در ارزیان کم میکنه دیگه چه ضرر زیانی چه ضرر زیانی دیگه نمیدونم گچ دیوار ریخته مسترابو پر کردین نمیدونم هزار تا ضرر زیان کم میکنه ولی من فرخ نمیتونم این کارو بابا بفهمونه یکی به این ایو الناس این امانت دست من امانت چیه بابا خجالت بکش جای این کار از نظر قانونی جرمه خیانت در امانت محسوب میشه دیگه درسشو تو فکر میکنی من چیزا رو نمیفهمم نمیدونی ولی دارم میگم پدر بابامو در میارن اجازه سنگین دارم میترسه شما بیا میزنید بیا بابا من خودم ختم روزگارم اصلا من موندم این چه بحثی شما داری با یه تحصیل کرده میکنی
فرخ دایی کار مجرمانه محسوب میشه. یعنی حتی اگه همه چیزم خوب پیش بره باز بفهمن بیچارهمون میکنه. منو جور؟ نه من منو جور دایی شما که جرم نمیکنه. قاچاق ماهی من نمیکنم. نمیشه نمیشه نمیشه. برای چی حقوق باید بکنه؟ خب مجازات سنگین داره. من تا جربه هم اون وقتی هر سنگ فرمت تو رو گفتم تو کار بزرگتر دخالت نکن. خب راست میگه دیگه، تو اگه رضایت بدی داداشم از این مطبخ چه حرفیه میزنی؟ من شما این خونه دست ما امانت سپر شده. فقط چند روز اتاقها رو اجاره میدیم. گوش بده تا این چکش پاس شه. بعد چیزی میمونه از این خونه؟ از خونه طورش نمیشه. من خودم خونه رو این دسته گل به تحویل میدم. ها چی میگی؟ ها عمو میری؟ دیگه نمیخواد نصیحت کنی؟ دایی به خدا این کارتون غیر قانونیه. خوب بابا کی از همون در میان؟ حالا شما فعلا بریم تو دستشویی، یه جا با شلنگ خودتون رو بشورید. دستشویی حیف باشن تو خواهی صبر میکنی بابا از همون در بیاد بعد میدوش میگیری؟ نه دیگه منم یه جا میرم همون. کجا میخوای بری همون کنی؟ یه جا از اتاقای بالا. بس ما هم میریم تو اون یکی اتاقش دوش میگیریم. فقط باید زود بیایم ما، بابا نفهم. دایی، ما میریم بالا همون کنیم. به بابا چیزی نگو. بیان. یونس؟ بله بله. داداش من کرونا داره. تو این سن و سال خونش رو از دست بده چیکار باید بکنه؟ برو حوله اون لباس منو بیاد به قول خانداداشت برو. خب واسه چی نه؟ برای اینکه اینجا امانته. اینو صد بار من به شما گفتم. برو حوله اون لباس منو بیاد. بچه ها رفتن بالا دوش بگیرن. یونس رو معطل کن با نیاد علم شنگی را بندازه. تو چته؟ ها؟ هیچ. سعید. بله. شامپو از اونجا؟ آره. بده نمیخواییم سرش رو شستیم؟ آه میدم. مرس. بری اینجا نشستی. پاش بیا فرخ، پاش بیا تو اتاق. پاشو. پاشو اینجا نشی. داداشت چشه؟ به داداشت من چی کار داری تو؟ کشتی هایی نداشتش غرق شده. حالا تو این نمک بری زوزخمش خب؟ داداش خوبی؟ چیزی شده داداش؟ گریه کردی؟ بیشتر فکر بچه هم که خیلی باوردی بابا چی شده دایی؟ گریه نکن فرخ. من با چاوشی صحبت میکنم. این 6 ماه منو 42 میلیون میشه. زودتر ازش میگیرم اونو میدم کار را بیفته. گریه نکن. بابا میگم چکم 200 میلیونه. 45 میلیون میخواد. 42 میلیون. 2 میلیون. حالا شاید این سری تونستی وام بگیری. یه کاریش میکنی میگه بابا یه راحت بود تو الان 100 دفعه رفته بودم گرفته بودم. من با سابکارم صحبت میکنم. اون اونجا آشنا داره میره صحبت میکنه این سری وامتو میگیری. جلو بچه ها گریه نکن بعد پاشو. نمیخوام بابا تو مگه نگفتی بهش گفتی؟ حالا این بار اصرار میکنم بهش. یعنی چرا این بچه ها رو نشستی اینجا لج میکنی با من؟ میگم 42 میلیون هم از چاوشی میگیرم کارت را میافته دیگه. بابا اینا بوله این بچه هاست. داد نزن خیلی خوب. میخوای بذاری تو گلو من؟ من که نمیگم میخوام بدم به شما. میگم قرض میدم فعلا به شما. بعدا هر وقت داشتی شما به من برمیگردونی ها خانم. خب وقتی اینجا میشه تو 2 ماه 200 میلیون در اومد برای چی نکنی؟ باز حرف خودش رو داره. میگم نمیشه. میگم قلب من رضا نیست. مشکل مغزی داری عزیز من بابا. اینجا مال ما نیست، مال مردم. مردی اینو سپرده به ما، بعد ما بیام اتاقاشو اجاره بدیم؟ این آخه انسانیه؟ اینو اصلا از سرت بیرون کن. بچخ یه مشتمالت بدم حالت جا بیاد. بچخ خفه شو خفه شو.
داداش کجا میری؟ فرخ قربونت دارم نرو یه دقیقه وایسا کاره دارم نرو یه دقیقه بابا قرصه این دو قطبی رو به موقع بدین بهش همینو میخواسته شما فکر میکنید من نگران فرخ نیستم؟ بابا به خدا نمیذارم کسی بفهمه بهت قول میدم اصلا کسی نفهمه قول من چی میشه امانتداری من چی میشه حرفی میزنی شما اصلا انگار هیچ کدوم منو نمیشناسی بابا به خدا دایی فرخ گناه داره آخه دیگه نمیتونه خونه بخره یونس تو عصبی نشو خب نگرانم نباش ما همه هوش و حواس اونو میذاریم هیچکی نفهم الله اکبر ساناز بابا دخترم مگه شما درسشو نخوندی مگه شما تحصیلاتشو نکردی مگه نگفتی جرمه مگه نگفتی قانونی نیست شما بیا بگو بهشون بابا کجا میری بابا اینا متوجه نمیشن بیا شما بگو که نمیشه من برم با این دختر صحبت کنم یونس ساناز. یونس آخه من دارم با تو حرف میزنم خب ساناز بابا ای بابا شما دوتا برای چی دنبال من پا میشین میانی هرچه من میرم فضولا برو اونور ببینم ساناز عزیزم من که میدونم تو دایی تو قشنگ منزه بابا دوست داری ماما من هرچی میگم به خاطر تو باباست حرفایی میزنی ها الان شما به من بگو من چی کار کنم هر کاری شما بگی من میکنم من چه میدونم بابا کجا؟ یونس کجا میری؟ ببینم من مگه با این دختر حرف نمیزنم کاری ندارم میخوام باش حرف بزنم چی شد؟ ساناز ماما خوبی؟ چی شد؟ خوبی ماما حالت خوبی؟ چی شد مهناز؟ مامان چی شدی؟ ها؟ چی شده؟ خب چی شده؟ بشی ماما برو یه لیوان آب بیار شربت میخوره آخه به آدم مریض شربت میدن برو ساناز صدا بزن مهناز گوش بده ببینم چی شده چی شده ماما بگو مهناز چی شده ساناز کجاست ساناز بابا ساناز بابا یه زنگ بزنید آمبولانس بیار مهناز بلندش کنی بلند بابا بلندش کن بلندش کن این از چی کارات دیگه بلندش کنی سارا بابا بیارم بیار کنار بابا دستم بردار اون چمدونو یواش یواش خوبم چمدونو بردار بردار دیگه آروم آروم بخواب بخواب اونجا مامان جان مامان جان قربونت برم مامان بکن بگو صورت بده اینم بخورم بریم دکتر مامان جان بریم دکتر مامان زورت بگرم چی شده خدا حفظ مامان خوبم پسرم خوبم مامان جان بیا بیا بالش بذار بیا بذار زیر سر قربونت برم ساناز بابا چجور حالش؟ بهترم بهترم سعید بابا بلند شو بلند شو رو دایی تو خبر کن بگو بیا هر کاری دوست داره با این ویلا با کنه بلند شو بابا بشکن بشکن بیا 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 دایی استخر رو چرا نوشتی اینجا؟ بابا از همین استخر راحت شبیه تو من در میاد بابا زیر بار استخر نمیره ها ببینه نوشتیم دیگه چی نمیگه آره بابا بعدم شبیه میلیون از استخر چجوری؟ بزرگا 250 بچه ها 100 تومن دیگه روزی 5-6 نفر میان دیگه مردم اصلا میان شمال برن دریا نمیرن استخر که خیلی هم میرن استخر همه که دریا نمیرن به نظر من که حذفش کنه چون بابا قبول نمیکنه بعدم تابستون داره تموم میشه اصلا شما چجوری میخواید 230 میلیون تو این زمان کوتاه در بیاری از استخر آقا مگه 5 تا اتاق نیست 5 تا اتاق شبیه 1 میلیون میشه چقدر 5 میلیون 10 شبش چقدر میشه خانم میشه 50 میلیون 40 شبش چقدر میشه 200 خب این 200 میلیون با مخلفاتش هم همین استخر و سونا و جکوزی و بیلیارد و اینا دیگه اون 40 میلیون بقیه‌اش هم در میاد یه چیزی هم به خدا برای خودمون اتاقی شبیه 1 میلیون خیلی گرونه
آن قیمتش همینه. آره. نه گرونه. میدن بابا. تو توی یه ماهونی فوقش بتونی 30-40 میلیون در بره. چه خبری شبیه یه میلیون؟ چی بابا میام. نگران نباش. دایی چاوشی شکایت کنه بابا گیر میافته. چاوشی از کجا میخواد بفهم؟ بدشانسی اتفاق. آره میدونم خطرناکه ولی دیگه هزار بار که نمیگن ما مجبوریم این کارو بکنیم. من اگه نتونم تا 81 روز دیگه پول این بابا رو بدم داداش تو رو خدا ای بابا به خاک سیاه میشینم بدبخ میشم عزیزم. ببین تو اگه بایستو بایستو تو یه ماه و نیمت بشه 40 روز نمیدونم 50 روز 60 روز 70 روز اشکال نداره. این یه میلیون رو بیار پایین خیلی گرون داره. تو چقدر بده؟ دایی لو بریم بابا بین 3 ماه تا 1 سال و نیم میفته حبسا. آقا من گردن میگیرم هر چی شو قانون گردن بابا رو مقصر میدونه دیگه. شما هم که شهر جو بره دیگه بابا شکم فقط حبست کمتره. اینقدر نفوذ بد نزن دیگه. توزدی که نمی کنیم که کسی نمی فهم طوری نمیشه. من نمیدونم شبی چقدر بنویسی اصلا قیمت بزنه. بابا جان شبی 700 تومن کافیه. 700 خوبه رضایت میده. بله برای اینکه نگران شما از دل با پس زن و بچه‌ته. خوب شدین؟ عالیه عالی. بیلا چند؟ ببخشید شبیه 700 اتاقی 700 اتاقی 700 تومن؟ من این مسافر خونه است اتاق اتاق اجاره میدیم اتاقاش تمیزه بیان تشریف بیاریم برو با گم شد. بیلاتون کجاست؟ همینه. شب جان؟ اتاقی 700 سلام سلام. اتاق اتاق چه می‌گی؟ بله. چرا انقدر گرونه قربان؟ گرون نیست، تمیز لاکچری. واقعا سخت. تینیجر، بله. واقعا سخت. بله، اون ورترش هم دریاست. می‌خواید داخل ببینید؟ نمی‌دونم، بریم ببینیم. آره، بیام ببینیم. بیا. دنبال من بیا. اون اتاق هم ببینی؟ چطوره؟ خوب بود، حالا این هم ببینی؟ اتاقا همه خوبن. خوبیش اینه که نزدیک اونه، اگه کاری هم داشتیم سپلیت هم برن. این تخته یه نفر هست ها؟ رو این 3 نفر هم میخوابیم، مخصوص اشاق جوونه دیگه. چند روز اینجا میمونه؟ 3-4 روزی هستیم. والا ما با این اخلاقی که شما داری یه هفته میمونی. آقا خوبه؟ حسن دیدی؟ خوبه ولی یک بیشتر نمیدونم. دو تا اتاق کمه؟ تخت نداره یه یعنی. آقا عرض 140 قشنگ 2 نفر روش میخوابه. خب همین دیگه، اینجوری باید که رو زمین بخوابه که نم تو. آقا تو رو زمین میخوابی. آقا اصلا شناسنامه هاتونو بدی. آقا جا دیگه نسبتتون با هم چیه؟ کمش کن. کمش یک و دویست، تهش یک و دویست. اون باید معلوم همه چیو. خب حالا به وقت شراغا خاموش میکنیم دیگه، چه بهونه میاریم. چی کار کنیم آقا؟ بله، کار خودو حله، دمت که کنشی تو ماشینه. بیده، یه مسئله دار بیده. نمیزنیم مسئله، باست چما میفت. خوب بود؟ اینا حسابی زمزلیل انا، رفتن بارا رو بیارن. کی میخواین ازدواج کنی؟ حالا ازدواج میکنی؟ اصلا هر وقت شما بگی. من کی میگم الان؟ تحکیم خانواده و من با ایزه برم پایین. ببخش بزنی برم بزنم. تمام گوندنی شدم. 3600 باید بریزم به حساب. چند شب؟
سه شب دیگه میشه شب 600. خوبه دیگه. دایی مطمئنی نظرنشو هرم؟ اگه نباشم بابا قبول نمیکنه. برو بابا بزمو به مامانیت میگیم بهش بگه شناسنامه هاشونو دیگه. دیگه چی؟ دیگه دیگه این درست نشده؟ داره درست میشه. آه اینو ریخت چه زود ریختن؟ اینو ریختن مبارکت باشه. خب اینو همینجا بذاریم خوشه. خوش بابا بهتون گیر میده ها. گوه میخوره. خیلی خوشگله. ویلا گردیتون تموم شد؟ آره انقدر ویلا بزرگه من پولام تموم شد. خیلی خوشگله. خیلی خوشمزه شد. دست در نکنه نوشو جونه دیگه ببخشید دیگه هر چه تو خونه داشته نمیشه. آره دست در نکنه نوشو جونه تو نوشو جونه تو ولی اینجا خیلی خوشگله. آره ببینیشه خوبه. ولش کنی میرغزه بیایی خدا تو نکنشه. چیش باشم اینجا نشماست؟ نه ششما که فکر نکنه. چرا دیگه؟ فرخ گفت ششما میره چاوشی. خودی میزنه به خودی و همه تو کفه استوری و آنمه تو بسید. میبندم خدا میبندم. سلام بابا. سلام بابا. خوبی؟ اینا کی هم؟ مسافر هم دیگه بابا. زنوشین هم؟ نه جنبه. آقا. آقا. بابا. کی اینا رو معرفی کرد؟ دایی فرخ. کس دیگه هم تو ویلا هست؟ نه نه. هر کسی رو نامیدی تو؟ سلام بابا. سلام. 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 یونس. یونه. یونس کاهو. سخت رو دیگه چی کار داشتی؟ برای پول دیگه. پول. پس حیثیت و آبروی من چی میشه فرو؟ حیثیتم با پول میشه خرید. مال افشی فرخ افشی فرخ که داری آبروی منو میبری بابا. عجب آبی شده. هل به نریز اون آب کثیف رو روی من. عزبونت برم فردا میریم تو همین آب کثیف حال میکنیم با بچه ها. ملافا رو برای چی هر وسایل برداشتی؟ آقا اینا رو اگه برنمی‌داشتین اصلا نمی‌پسندیدن اینجا رو. این انبار شده بود. اینا رو برای چی شناسنامه‌شون رو ندیدیم فرستادیم بالا؟ شناسنامه مسافرا رو. آقا معنات بگو شناسنامه‌ها رو دیدیم دیگه. شما شناسنامه رو بعدی؟ بعدی بابا. بله بعدم. دیدی بعدی؟ بخور بابا اصلا نمی‌خورم. بخور. یعنی من آدم نبودم که به من این استخر رو خبر بدید؟ ها؟ خوبه این تختا رو بردین اون اتاق. دستتون درد نکن. زن من هرچی بگه من اونو قبول میکنم. یونس من ندیدم. دست این جلی آرتکوبیه تو ریبونه. تو ندی بودی من بعدی من؟ نه تو ندی با برای چی دروغ بودی؟ آقا من بس کنسی من؟ هی من هیچی به اینا نمیگم. من میخوام این دیگه اسم ایونه زودتر تموم شه این هتل رو تعطیل کنیم. شما هم از دست من خلاصی داداش. بیا برو بولم بعد. بیا ببین فیلمشه. بابا دلت به خدا از سنگه. هر کاری دوست داری برو مرموز. برو دایی وایسا کنات. داداش نرو. باشه. دادا فرخ نرو دیگه. الان کجا میری؟ الان وقت راستگویی بود. الان چهار تا جوون میان میخواد بپرسه کی زنه کی شوهره کی آدمه. حالا من بایستم جواب بدم. آره دیگه کار خودته دیگه. بابا این اصلا معلوم با زندگی مردم چی کار داره. خیلی خوب الان نرو. نرو الان وایسا. وایسا شام بخور بعد. کوتا شام چی میخواد درست کنی؟ دمی گوجه. اوه نه بابا هرچی تو بخواهی درست میگم. نرو بده من با این شوهرت با این بابا. شما که دیدی اینا زن و شوهر نیستن برای چی گذاشتی میان اینجا؟ چون این چیزا اصلا واسه من مهم نیست. به به چه ربطی به ما داره آخه؟ ببین راست میگه فرخ. بذار زودتر این پول جور شد تموم شه بره.
اگه یه آشنایی کسی ببینه به گوش چاوش برسونه. حرفای خود منو داری به خود من شما تحویل میدی خانم؟ اینا رو که من خودم به شما گفتم. سالاس بابا اینا کی برمیگردن اینجا؟ نمیدونم. سعید جانم، بابا جانم، از این به بعد هر زن و مردی، دختر، پسر، جوون، نوجوون، پیر، از کار افتاده، سرقال، شناسنامه‌شو می‌بینید محرم نبودن، پاشونو تو این ویلا نمی‌ذارن. حالی چون برو با اون دایتم بگو. چش بابا عزیز باش. خودم ببینم. اینجا رو با جای دیگه اشتباه گرفتن. خب فهمیدم. شما بگین باشه ولی کار خودتونو بکنید. آها. باشه خدافظ. پیونه. بله. پاشو برو بگه بخواب. خانم من تا شناسنامه اینا رو نبینم نمیخوابم. شما برو بخواب. نه منم نمیخوابم، منم هستم. تو مره چی کارا داری؟ من تو رو کاری ندارم. نمیخوام نصف شب این چهار تا جوون رو زابرا کنی. آه پس اینا زن و شوهر نیه. من نمیدونم. اینا زن و شوهر نیه. گفتم شما. من ندیدم. شایدم باشه. شایدم زن و شوهر روشن نکنم. شناسنامه اینا رو نبینم. خانم نمیخوابم، شما برو بگیر بخواب. منم نمیخوابم. منم همینجا میمونم. تو مره چی کارا داری؟ من با تو کاری ندارم. من چه نشستم؟ آقا کسی دست به اون نزنه خودم درو باز میکنم. دست نزنید، کسی به اون دست نزنه. بفرما. خودشونه؟ بله. این نیمچه مردی که من به انمی بگیر نیه. یعنی چی؟ برنچ ببینم بساط شامتون رو جمع کنیم بری تو اتاق ببینم. برنچی نیکاکو نمیشنوید من چی میگم؟ میگم بساط شامتون رو برداریم بری تو اتاق بخوریم. بابا جان میدونم دارین شام میخوریم، برین این دفعه تو اتاق شام بخوریم. من میخوام بابا جان اینا دارم میان، میخوام باهاشون صحبت کنم. مستر آدمواری نبونه شما هم راحت بسوین. برنچو ببینم، برنچو ببینم حرف میزنم. برو بای بابا. به ما چه که اینا بابا جان تو کار بزرگتر دخالت نکن. شما چه میفهمید؟ بیا برو بیت مرد اینجا تو اتاق شام تو بخه. بشین ببینم تو زندگی مردم سر عیب بشه. بشینم اینجا بتق. سلام. سلام. خوب هستی؟ سلام. خوبه. خواهش میکنم بفهمه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. یه لحظه ببخشید بابا. یه لحظه شما تشریف بیارید. حال شما چطور؟ میشه. شما اگر میشه شناساماتون رو به ما بدین، ما تا صبح نگه داریم. شناسامات چی؟ کار دیگه، یه وقتی پلیسی بیاد بخواد نگاه کنه ببینه کی هست کی نیست. آقا تو ملک شخصی پلیس واسه چی؟ آقا برای چی میخندی؟ عزیز من حتما پیش اومده که من دارم به شما میگم، برای همسایا پیش اومده، احتمال داره بیان. بفرمایید شناسنامه. آقا اگه از ما شناسنامه میخوای که بدونی ما زن و شوهری، ما زن و شوهر نیستیم. ولی که به ما پیله نکن. بسیار خوب، پس نمیتونید اینجا بمونید. بفرمایید، بفرمایید برید بیرون، درو باز کنید. بفرمایید عزیز من. الان این موقع شب کجا رو بریم اجاره کنیم؟ بعدم در هر صورت ما باید بریم یه ملک شخصی رو اجاره کنیم. عزیز من شما ما رو مثل بچه های خودت بدون. خانم شما یه چیزی تو رو خدا بشون در رو باز کنید. بفرمایید بیرون. بچه های من از این کارا نمی کنن. شما به هم حرومید. اصلا اینجا رو با جای دیگه اشتباه گرفتید. در رو باز کنید بریم بیرون. بفرمایید. ما الان پول رو زدیم به کارت رفیقت. اصلا بحث من پول نیست. ما پول شما رو به شما برمیگردونیم. پولتون رو به رخ من میکشید. بنده پرخوشی به شما رو بلا کنابا. در رو باز کنیم برم بیرون. بفرمایید. از اول بهمون اتاق نمیدادین دیگه. نه اینکه این وقت شب بهمون بگین برین. ما الان کجا بریم آخه؟ من نمیدونم دخترم شما کجا باید بریم، ولی اینجا یعنی چی نمیدونم کجا بریم؟ ما بعد الان بریم تا صبح تو ماشین بخوابیم. شما راضی میشین؟ شما چرا انقدر شکاکین آقا؟ ما دوستیم دیگه، دوستیم هم حدی داره. خانم شما تقریبا همسن و سال مایی، شما یه چیزی به این پدر سختگیرت بگو. بابا جان کوتاه بیا، خستن، بذار برن بگیرن بخوابن. راست میگه دیگه. دخترم شما چرا حرفتو عوض میکنی؟ شما میگفتی که برید تو کلامتون رو بخورین. شما میگفتی غیر قانونی، زندان داره. الان حرف تو داری عوض میکنی. یونس جان بیا برو بگی بخواب. نه الان هم پشت توه، الان حرف درست داره میزنه. ما سوا میخوایم، اصلا اتاقمون یکی نیست. آقا ما دوتا خیلی بیخطریم، بعد اصلا این دوتا خوشمون نمیاد. بفرما جوان. رو پیشونی من چیزی نوشه نیشت همش بازه؟ پاک منزه ظاهر و سلاس. ای خانوم شما خرابش نکن دیگه، میگه بیخطری. چیو خرابش نکنن؟ دوستیشونه. خب چطور میگم شامتو بخور دیگه. آقا راست میگه دیگه، اتاقامون هم سواست. سوای سوا قول میدیم بهتون. بسیار خب، پس من در اتاقاشونه قفل میزنم. الان باید زور بالا سرمون باشه که دست از پا خطا نکنیم. آقا الان شوخی نکن، بتونیم امشب اینجا بمونیم دیگه. دختر یه اتاق باشن، پسر یه اتاق. حله؟ بله، دخترکان توی اتاق، پسرا توی اتاق. بله. شب بخیر. شب بخیر. خب پس اول شاممون رو میخوریم بعد میریم تو اتاقای زنونه مردونمون دیگه. بفهمم. بله. خیلی ممنون، مرسی. ماما، بابا یکمی حالش خوب نیست. آره خوب نیست. حالا برو بخواب.
لباس چرا عوض میکنی؟ عرق کرده کثیف شده. خب ولش کن فردا لباس تمیز بپوش. یونس الان بگی بخواب. دست چه کاری دل بنه دخالت رو کنی؟ بیا قرص تو بخور. ساناز بیا بابا بیا. الان چرا پشت تو به من میکنی؟ ببینم دهن تو با کن. ببینم ده قشن. شامتون تموم نشد؟ درسته که نمیره پایین و بجو هم دیگه که بره پایین. بسیار خوب بریم بجو این زودتر بریم اتاقاتون. بفهم من شام خوردم. خیلی ممنونم. بفهم نه من شام میگم شام خوردم. خیلی ریکا میگم شام خوردم من. زودتر بجوید که حیا رو دیگه دارید خوب میدید. بفهم دارونتر بفهم بجو. شناستم خیلی حساسه دیگه. باش بخور. نه بخور خدا چی میگفت؟ گیر داده شناستم ها دیگه. یونس تو بره نمیدونی چه ویلایی بود. سونا استخ وای 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 عالی بود. بابا پس کی ما رو میبری استخ؟ میبرم. کی؟ اونجا زنون مردونه است. یه تایمی زنا بود. علی جون پاشو بخور دیگه قربون تو برم. بخور دیگه. نون و پنیر نمیخورم. چی میخوری؟ ما ماکارونی دوست داریم. چرا ماکارونی براش درست نکردی؟ خب نشد دیگه. تو گرفتی؟ بابا بیا الان یه لقمه بزن. یه لقمه بخور. خوش میزن. قربونت برم. بخور حالا. اما یونس اینجا چیکار میکنی نصف شبی؟ خوابم نمیاد بابا جان. اشکال نداشت که شارژر بهش دادم. نه در حد شارژر اشکالی نداره. برو بخواب پیره مرد از ما دیگه گذشته. من از خوابم نمیاد اینجا میشینم خلوت میکنم. سلام دایی دو تا اتاق را. باری کلا به شما دوتا چند روز میمونن؟ گفتن سه روز. اون بالایی هنوز خالیه. آره دیگه. بس برو بس. باشی. بفرمین. خوش آمدی. خوش آمدی. فقط کفشتون رو دوتا. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. آخ آقا افتادی زحمت. خیلی شرمندم من. دشمن شرمنده. خیلی شرمنده. آقا خدمت شما. آقا خیلی ممنون. قربان شما. اینم خدمت شما. خواهش می‌کنم. برای چی آقا؟ نه نیازی نیست آقا وظیفه‌مو انجام دادم. خواستم کمکت کنم. لطف کردی. نه نیازی نیست آقا. اصلا من نمی‌گیرم. نه دایی من نمی‌گیرم. بگیر زحمت کشیدی چی میدی؟ دایی میگه چی؟ ببخشید. آقا شما باید صحبت کنیم. مبلغش چیه؟ مبلغش زودتر پرداخت بشه. الان بذار ما برسیم عزیزم. در نرفتیم تو مبلغ رو بدیم. برای امشب 1400 لطف کنیم برزیم. چه اجازه بدیم؟ تخفیف هم نمیدیم به ما. آقا ما ماشینا رو دیدیم گفتیم سه تا اتاق رو میگیریم خلاص دیگه. خب بگونیم اونا هم چجوری خریدیم. قربونت برم. خصیص بازی دیگه. نوشه جونتون بفهم اینه. بفهمین. خدا زیاد کن. خدمتی شما اجازه بده. فکر نکنی همه تو خوراماتی. نه بابا شما متمدن و بس شما هم درد نکنه. بفرمی.
بفهم نگاه میکنی دیگه جلی اون دختره نگاه میکنی یه برو خواهش میکنم در خدمت آقا شام خوب ما کجا بریم برنجی میخوای یا فست فود؟ حتی کباب دیگه. آره. همین از در ویلا که میری بیرون 5 دقیقه راست دماغتو مستقیم بگیر برو بالا همین لاین خودمون دست راست کت کبابی آره. آقا دمت گرم. قربان شما شبتون بخیر. خدا نگهدار. قربان شما. مخلص. چیکار داشتم؟ آدرس رستوران میخواست. این چند سالشه؟ سندار بود 35 6 سال خوب داشت. این صداش 21 2 سال بیشتر. حالا هر بابا. ولکندو این دوباره شروع کرد. آقا یه لحظه اجازه بدید. آقا تشریف بیارین یه لحظه یونس شناسنامه‌تون رو میتونم من ببینم یونس یه لحظه اجازه بدید خانم شناسنامه‌تون رو بدید یه وقت ماموری میاد ما میزبانی باید بشینیم میان میبینن عزیز من برای همسایه ها پیش اومده فردا من به شما تحویل میدم مثلا اتفاق خاصی تو همینجا بیشتر نیا آقا فرض یه لحظه شما یه لحظه اجازه اصلا شما زن و شوهرید ما خیلی وقت با هم دوستیم دو ماه دیگه عروسی میکنیم دو ماه دیگه میومدید سفر خب الان میگه چیکار کنین شناسنامه‌تون رو میدین من میبینم زن و شوهر بودین تشریف بیارین قدمتون رو چک کنید معمولمون رو بده تا گورمون رو گم کنیم خلاص شده دیگه الان براتون کارت به کارت میکنم همین که یه لحظه جا آقا ولکن آقا من چی هم تو آخر مرتبه شما حساب تو زنده یادش افتاده ما رو بندازه بیرون یعنی شده بچو ای بابا یکی بابا مگه مسخره بازیه بابا ول کن دیگه چه سیریشی هستی تو آقا گناه داره اون شوهر بدبخته بابا نمیذاری بخوابیم بشینیم دیوونمون کردی ما مگه زن و شوهر نیستیم بعد از اینجا برید بیرون وگرنه اینو با خفت میندازن خانم این چه حرفیه تو ربطی نداره با زن و شوهری میانا آکله تو خاطر جد و آبادته جد و آباده نرو بودی هلا پایین آقا ما مسافریم اومدیم یه دو شب مسافر نمیشه اصلا فدات چه آقا نمیخوان دیگه اینجا خانواده هست نه نه خیلی مؤدب نه میگم بهش بیا راحت باشی خیلی نه رو ببین باشه گذاشت چنار این زنه تو بگو مؤدب باشه چنار میزنم اینجا ایمونه بازی نداریم اینجا من قرص میخورم عصبی نکن خانم خودم این بچگه ها جه خر آقا آقا کی به تو گفت بزنی آقا من میگم این آشغاله رو بزن بایشن رو ندیم آقا شما خب جبونه بگیری عزیز من هزار بار میگم بابا این آشغاله رو اینجا بار نشون شما آشغال جد آفاده بزن این بک بشینم بفرما چیکار شکر دیوونه چاقو منو چی آوردی بیا بدون چاقو که دعوا نمیشه بزن این هم دیگه کی بود؟ همین چهار تا مسافر هست تو کارت چیه میکنی آخه بیان داریم چرا چاقو میدی دست مردم؟ اون زده من اصلا با شما نبوده که خانم تو غلط میکنه این حرفا رو به من میزنه میخوای بری تو اتاق؟ یونس سلام سلام برو بفر سلام یونس جان برو دیگه یونس میخوای بریم تو اتاق ها؟ یونس چته تو؟ ده. من از من رفت داداش یه دقیقه وایس میرم اون صدا دایی جان دایی جان دایی جان فرخ دایی جان عزیز جان فدای تو الان تو کجا داری میری تو این وضعیت؟ نمیبینی حالش خوش نیست؟ بابا نمیخوام برم، میخوام وایسم یه کم هرسش بدم از چه کاری آخه داری؟ مریضی تو؟ آره مریضم، سه قطبی هم چجوری اون دو قطبی قبول میکنی؟ من هم سه قطبی هم جانم
شما هم میتونید امشب اینجا بمونید، مشکلی نداره. واقعا؟ بله بله. فقط شما بیان بریم پیش دختر من بخوابید، شما تو اتاق خودتون بخوابید. بفرمایید. یعنی چه کجا برم؟ بفرمایید. دیر وقتم از تا مغازه نبستن، بنی شامتون رو بخورین برگردین. بفرمایید. دستتون درد نکن. محبت کردین واقعا. بیرون هم اگه چیزی نیاز بود همه دیگه. چی هست، فقط زودتر برگردید. چش بیا. بفرمایید. ببخشید باجز. یالا شرتون کرد. شما بفرمایید. آقا ببندین خانم توی شر بخوابه. چی شد؟ گفتم برن شام بخورن، فعلا امشب و اینجا بمونن. خطبهشون رو خوندین؟ چقدر قصه. ما امشب شامتون رو بخوریم، فردا بارو بندیلتون رو جمع کنید از اینجا برید. چرا قضا شد شما پیلی جمعید؟ اصلا ربطی به قضا نداره، نمیبینی چه شرری شده؟ میگم شما جمع کنید برید. شما دعوت شده، الان قنده گفته. اصلا ربطی به این افشون. تارف نکه بپرم دوش. دارم به زبون خوش شما میگم فردا بارو بندیلتون رو جمع میکنید از اینجا. شما با من شما با این شده بکنتونم از اینجا برید. هرچی من انسانیت میکنم، هرچی آقایی میکنم. برو بفرمو. ببر بابا رو پایین. برید شما برین بخوابید. برین راحت بگیرین بخوابید. آقا یه پر از اون پیتزا به ما بده. یه پر پیتزا بدید آقا. چی بگیرم شما؟ درست میشه، نگران نمیشه. ما پول سه شب بدیم. میمونه. پیچیده. آقا چه بگیرم؟ آقا جون خیالتون راحت دیگه، چیزی نمیشه. باش باش. شما هستی. خیالت راحت. خریدش کنینا. سردم شده. خوبه؟ نه. خوبه. بخوابیم راحت بخوابیم. خیلی ممنون. مخلصم. برین بخوابین دیگه. سلام خانم، سلام دوست، سلام. خوبی؟ در خدمتم، اتاق میخوام؟ بله. جانم بفرمایید. کجاست؟ همینجاست، ویلامون همینجاست. اینجا رو میگین؟ بله بله. بله. شبی چنده؟ شبی 700 تومان. 700 تومان؟ لاکچری عزیز، اوکازیون سفتیرم خیارت راحت. بیا تو رو ببین، بیشتر هم شما میدید. بریم ببین. ببینم تو این طبقه یعنی همه اتاقا پره؟ بله خانم. یعنی 4 تا اتاق داره، 4 تاش هم پره؟ شما کجا میدونی 4 تا اتاق داره آبجی؟ بده من میارم، میارم فدایت. آقا میگم امروز استخر میشه رفت؟ امروز خیلی شلوغه. اه. بله. استخر کلور داره، آبش تمیزه. بله پاک، تمیز، تصفیه شده مثل اشک چشه بلبل خانم، خیالتون راحت. بفرمایید، بفرمایید. خواهش میکنم. امشب سه نفری توی اتاقی ما. آره میدونم، به این پسره گفتم برامون تشک و اینا بیار، من زمین میخوام. باش. سلام. 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 یه ذره آبجوش به ما میدی؟ بله. مرسی. چای داریم ما، چای تازه دم، چای بریز. باش. چای میخوای؟ مرسی. سلام. سلام. خوب هستی؟ بله. ببخشید من اسم شما رو نمیدونم. من مهنازم. منم آذرنوشم. خیلی خوشبختم. منم همینطور. چه کدبانویی هستین. آشپزخونه خیلی تمیز، مرتب. خیلی ممنون، متشکرم. ما داریم میریم لب آب. تشریف بیارین بابا بیاین. خیلی ممنونم. بفرمایید، خوش بگذره بهتون. میریم یه چای میخوریم برمیگردیم. خوش بگذره. باش. بذار مانتو بپوشم. چش. بفرمایید. دست شما در بفرمایید. بفرمایید. قند. 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 ممنونم. بفرمایید. دست شما در قنده. بفرمایید. من قند نمیخورم. مرسی. خیلی ممنونم. شما دانشگاه میرین؟ بله حقوق میخونم. ارشدم. سال آخر. شما هم دانشگاه میرین؟ من بله، من لیسانس شیمی دارم. این ویلا مال خودتونه؟ نه. نه؟ داستان داره حالا. جالبه. نریز خیلی جلو ها، اونجا یه ذره چاله. نه، اون شناگر خوبیه. حواس شخص. از بچگی شنا میکرد. دوست داریم بریم تو؟ من باید برم خونه یا سرم آشپزی نکنه. شما بفهمید اگه میخواید. شما راحت باش. آبرومو میره. بگی بغل دومونه بیا. ماما، چرا دست از این اخلاق زشتت بر نمیداری؟ بگین، بگین. آخه این به چه درد ما میخوره؟ بردار. خفشو، هیچی هم نکن. همچونی گرد.
چیکار میکنی؟ کجا جا بدی؟ چی نپرسی چی هم نگو الان تمام میشه بسه دیگه بیا بری برو بریم برو فرخ یه لحظه بیاین بالا سری چی شده؟ شما هم بیاین بالا وایسا فرخ بذار فکر کنیم ببینیم چیکار با بکنیم آقای داور داداش به من بگو آقای داور جانم بفهمم ببخشید من میشه بیام داخل چی شده بابا؟ شفاتون اگه اشکال نداشته باشه بگردیم چیزی نیست حالا همه رو گردیم قرار داریم ما نه یه سری وسایل گم شده این خواستم آقا یه وسایل شخصی من نمیتونم بذارم شاید اشتباهن تو کیف شما باشه اصلا کار اخلاقی نیست من نمیتونم اونجا رو بگردم آقا ما مسافر آقا ببینید من اینا رو 3-4 ساعت فقط جمعشون کردم تو دوباره میبندیم بفرمایید آقا فرخ اجازه بده فریدون چرا چیزی نمیگی بفرمایید آقا چی این وسیله شخصیتونه خانم آقا ببینید این چیه؟ این چه کاریه واقعا؟ ای وای اینا چیه؟ گلدون هم بد باشه ها؟ گلدون مهناز خانم اینا بله، چیه؟ بله ببین گلدون های آنتیک این خونه آرشون هم بذار بالا تو اون دیگه چیزی نیست لطفا اون اجازه بده خانم چرا ساعت عطیرامون هم نیست سعید بابا رو از حیاط جلو دریا بیار طبقه دوم زودا زن این آقا فریدون دزدی کرده الان هممون تو اتاقشیم بودو چی شده؟ زن این آقا فریدون دزدی کرده؟ من امیدوارم تا میرسیم تهران ماشینمون بیفته ته در هر ستایمون بمیریم راهش حرفیه داری میزنی آقا شما ببخشید فقط خجالت تقصیر اینا نیست تقصیر من این که دورمو نخوردم ببخشید آقا ببخشید چیشون دست خودش نیست مریضه فکر کنم این خانم مریضه نه بابا ساده نباشیم کلکشه نه خانم واقعا حالش خوب نیست نه بابا کلکشونه من میدونم دست رو منه چیه مریضه داستانش زیاده آقا سلام علیکم یا الله سلام بابا چی شده سلام این خانم یه سری از وسایل ویلا رو برداشته بود. پس گرفتیم ولی ها نگران نبود. اینا رو هم برداشته بوده. بله. بفرمایید تو آقای. دیگه چی برداشته معلوم بابا دیگه چی برداشتن؟ ساعت هم برداشته. همه رو گرفتیم بابا. بله گرفتیم. این ساعت عتیقه است آقای. دیگه چی بر؟ همه رو بفر رو. همه رو گرفتیم ازش. بله. آخه شما خجالت نمیکشی شما حیا نمیکنی شما آبرو خودتون رو کردی چی کار داشتی با زندگی ما میکرد بابا من باهاش صحبت کردم من چی کارم هر روز برای من یه بساتی داره شما گرفته بودی من چی کاری باهاش ندارم ما اگه موچ شما همین دخترت اگه چیز دیگه ای هست برگردونیم ما اینا مال ما نیست ما هم اینجا وام داریم امانت داریم آقا تو رو خودو بس کنید دیگه من حالم خوب نیست همش دست به بس بود ببخشید خانم چرا اینقدر داری گریه میکنی بس تو دیگه تمام شد رفت آقا یونس شما بی خیال شو دیگه همه چیزم که پس دادم ولشون کن نکن داداش خراب میکنه سعیم ازم پلیس خودشون بیام تکلیف این موضوع رو روشن پلیس بله پلیس بیاد پلیس شما زنگ بزن بله بله آقا راست میگه دیگه چرا مماشات میکنی پلیس میاد خیالمون راحت تو کار زندگی تو بزن جاش اینجا ولش کن نه من میگم که پلیس اصلا دیگه لازم نیست سعیم بزنی خب نه برو شما زنگ بزن به پلیس حرف منو گوش بده برو تو رو خدا به پلیس زنگ نزنی خانم من به خاطر مشکل روحی که داره بعضی وقتا دزدی میکنه امروز هم از اون روزایی بود که شیطون رفت تو جلدش دایی منم بودم اینو میدزدیدمش خیلی خفنا این چیه یعنی شما به خاطر مریضی خانومتون هر جا میری یه چیزی برمیدارین در نمیدارن که کش بابا شما که تمام چمدون منو ریختین بیرون نگاه کردین منم به خدا ازش خواهش کردم دست به چیزی نزنه چیزی ندوزه ولی چه خاکی تو سرم بریزم بیماره برو فرخ برو تو ماشین اینا رو نگاه کن ببین چیزی تو ماشین نذاشته باشن برو ماشین رو بگردیم
آبروی منو نبرید. من یه کارمندم. زنم مریضه چیکار کنم؟ دخترم به خاطر کارهای مادرش ممکنه خودکشی کنه. من وضعی مالیم خوبه. به خدا، به پیر، به پیغمبر متوجه نیست چی کار میکنه دارم. مریض آقا، مریض. آدم مریض رو واسه چی آوردین اینجا شما؟ آقا آدم مریض رو بردوار دکتر دیگه. سر نتن بابا زنیش. آقای مرس، من به احترام شما چی نمیگم. آخه شما هم تو همه چی باید دخالت کنه، یعنی اینکه اصلا به شما ربطی نداره این موضوع. آقای یونس ببخشید، من معذرت میخوام، باور کنید دست خودم نیست. بسیار خوب، بفرمایید. سعید بابا ساکاشون هم بذار جلیدم. بفرمایید. آقا واقعا بخشیدیم. خدا بخشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. به سلامت. دایی جان یه گروه فیلمبرداری اومدن ویلا رو اجاره کنن. میگم یه گروه فیلمبرداری اومدن ویلا رو اجاره کنن. چند نفر هم؟ یه 5-6 نفری هستن دایی. آره کارگردانشون هم یه پیرمرد سال خورده قد بلند. معروف هم توشون هم؟ من نشناختمشون دایی حقیقتا. چقدر درازه بابا. اون خانومه کیه؟ سلام عرض. سلام. خوب هستی؟ بفهم. سلام علیکم. کفشا رو نه. آره. مرسی. دست شما درد نکنه. آقا اونجا خانواده است ببخشید. مرید. بالا میتونیم بریم؟ بفهم. اون پایین سخت. بله. ببخشید. میخواستم داخل اتاق رو ببینم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. سلام خانم. میخوای در بازی معرفی کنم؟ من درس میخونم. آقا فرمایید. خب من معرفی کنم. وای جمعش. چون خوبه برای بازیگر. بله گفتم بشه. درآمدش خوبه بازیگره. بسته ای داره دیگه. خوبه برای برای. بله خدا رو شکر خوبه. بفهم. واقعا دوست داری بازیگر شی؟ اگه بخواهن میشه بریم بیرون هم ببینیم. میخوان بیرون رو ببینم؟ جواب نمیده. آقا اگه میخوان بیرون رو ببینین در باز از اینجا میبینم، از اینجا میبینم. بیرونیه. متشکرم. جواب بخواهم. ببین اصلاحیت کنم. خب؟ خب کمتر بیشتر بودم. تا تمام شد. باشه خیالتون راحت. شما بفرمایید. چی شد؟ بفرمایید. جایدن مثل که قبول کردش کارگردان. نشنیدی؟ چقدر پول دننه؟ روزی 7,000,000. کمه؟ کمه؟ بابا 20 روز کار دارم. پول خرج کنن دیگه. بابا 20 روز کار دارم. میشه 140,000,000. چی داری میگی؟ تازه صبحانه نهار شام. خب سعی تو بکن. باشه باشه چشم. برو برو کمیسیون من فراموش نکن. خدا حافظ. دست درد نکنه. ممنون. دست شما درد نکنه. این سویچ هم لطف کن به من. شما هم لطف کنیم با اونا بریم. من دیگه با رضا میام. ممنون. دست درد نکنه. خب آقای فرخ دیگه درسته؟ بله. یه لحظه آقای پوراحمد لطف میکن جا. آقای پوراحمد نمیستم. آقای پوراحمد کجا بگی؟ بفرمایی شما با ماشین عقبی ما با ماشین عقب. بله در خدمت. خوب هستین شما؟ بله بله. بریم تو تو؟ بله بریم تو؟
بفرمایید. آقا فرخ، همونطور که گفتم واقعا ما بیشتر از هفت تومن روزانه در توانمون نیست پرداخت. خب ما متاسفانه، من گفتم به این آقای بنگاهی غلامی، غلامی گفتم که کمه هفت تومن بعد. آخه ایشون که در جریان قیمت ها نیستن، واقعا همچه چیزی نیست. دوستانم میگن که 20 روز اینجا کار دارن، ولی 30 روز ما خدمت شما هستیم. خب ما یه گروه دیگه هم هست برای سریال اینجا رو خواستم. کار کی هست؟ دریان اطلاعی ندارم. من ایشون هم نمیشناختم. ایشون آقای پور احمد بودن دیگه. پور احمد نمیشناختم. قصه های مجید. اینا قصه های مجید. حالا به هر حال ما اگه قیمت رو برید بالاتر خیلی باشه، ولی خب آخه ببینید الان شما هم که میگین اینجا رو میخوان بیان برای فیلم برداری، بازم بیان اینجا هم شناخته شده میشه، میتونین خیلی خوب برین جلو. هم 8 تومن دیگه. آره. باشه 8 تومن رو میبندیم، فقط شما بیشتر از 20 روز دیگه نمیتونین کار کنین. اوکی. شما نگاه میکنی بر یه چایی بیار. سیر شدی دیگه. لطف میکنی کارت ملیتون رو به من بدید. بله. این بازیگراش کیان؟ بازیگران نو نیم هن، نا بازیگران همه. نو نیم یعنی چی خانم؟ بچه هایی که تو آموزشگاه تازه دوره دیگه. من ازشون سوال. یعنی کسایی که تازه کلاس بازیگریشون تموم شده ولی جلوی دوربین نرفتن. خودتون بازی نمی کنین؟ نه آقا، ایشون خودشون مدیر تولیدن. آفر. بازی کنین؟ داره قرارداد می‌بنده دیگه. حرکت کن! بیا اینجا! بودو سوهیل، بودو! بزن دقیقا من شیشه های ماشین رو بدم بالا. بودو بابا! خواهر شما کیه؟ من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. گول زده آورده اینجا بگو بیاد پایین. کجا کی گول زده؟ لحظه شما صحبت نکن ببینم. عزیز من شما کجا میدونی اشتباه نیومدی سر تو انداختی اومدی تو؟ ببین اون جیپ رو میبینی؟ بله. باشه خواهر من اینجا نیست. من اون دو نفر رو میگم عزیز من کدوم دو نفر ما اینجا شناسنامه رو نگاه میکنیم؟ همه مسافرای ما زن و شوهرن. شما مگه شناسنامه این جیپ رو نگاه نکردی؟ گفت زن و شوهری، من هم دیگه نگاه نکردم و چی بهشون میگفتم باورم نشد. مگه من ده بار به شما نگفتم؟ چی کار میکردی؟ چی میزنی؟ منو بگو بیا پایی. چی کار داری میکنی؟ کسافت شبنه! آقا شما فقط قول میزنی اینجا! مگه من مقصرم! شما اصلا میدونی چی شده اومده پایین برای من نجس میخونی؟ آقا یه روز چاقو کشیه! یه روز یه روز نرفیشه! آقا برو بالا! آقا بایستا! ببین چی کار با آقا! یا بریم تو ببینم! نه 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 کار چیکار می‌کنی؟ هیوان، وایسا من میارمش میدم. آقا،
چی نمی‌فهمی؟ برو زنگ بزن به دکتر، بگو زود بیاد اینجا. بودو. باشه باشه. درو بازش کن بابا. من این درو میشکنم، مستر حیاتی خورد می‌کنم. یا بازش می‌کنی یا میشکنمش، می‌فهمی؟ چی شده؟ چی میگی تو؟ برو برو برو. بابا برو. بابا برو. بابا میگم بریم. اینجا چیکار می‌کنی؟ برو بابا. ببین داره چیکار می‌کنه. برو اونور. چش. من به شما قول دادم درو برای شما باز میکنم، شما یه لحظه آروم باشید. آقا یونس آروم باش. آلومن. چه خبره اینجا؟ به من بگو چه خبره. نصف این آقا چه میبینید؟ خواهرش باشده با یه مردی اومده، رفتن تو این اتاق. ایشون الان شاکیه، از من میخواد من درو باز کنم. من میخوام ازشون قول بگیرم که اتفاقی نیفته، خون این دختر گردن ما نیفته. من این درو باز میکنم، شما دست خواهرتو بگیر، بردار چرا این خونه بگیر. چه خبرته؟ یه خشم این ساختمون میافته. برو عقب، خودتو در جا همینجا آتیش بزن. مامان این چرا آتیشش؟ ولی من بی همه چیزو آتیش میزنم. برو کنار، برو کنار. مگه نمیخوای مسئله حل شه؟ برو عقب، برو عقب. خانم بریم کنار، بزنین درو باز کنیم. ولی من قولی به شما نمیدم که این کاری نکنه. من خیلی خطرناک هستم. عزیزم نگران نباش. بریم کنار، درو باز کنیم. بچه‌ها بگید ببخشید. درو باز کنیم. باز کنیم، ما اینجا این اتفاقی نمیفته. درو باز کنیم. باشه آقا. دیگه حرمت یکی رو نگه دار تو این خونه. آروم باش. بیا پسر بیرون ببین. بیا بیرون ببینم. ما اصلا کاریش نداریم. خیلی خوب، با هم حرفاتون رو بزنیم، بریم زودتر از اینجا بیرون. باشه قربان. بریم. باشه. آروم باشی. شما هم آروم باشی. کسی کار نیستی. تو میخواستی بیای شما نشد. باید سمده خودم میگم. بیابده بیابده بگیرینه. داشتم مینداختنش پایین. دایی جون عزیز در جستی، بقید خودتو برسون. بیا دایی. ولی از کجا پیدامون کرده؟ نمیتونم با خدا. همه ساکت، خانم وایسن اینجا. آقای این شما بیای واسین این ور. خانم آن شما بیاید این ور. یه جلو در نه تو خرجی. حالا مرد میخوام بیاد بره اون تو. من به شما قول دادم. جرأت داری بیا برو تو. گفتم اینا رو تحویل شما میدم. شما برش کنید. آروم باشم بیرون. بس دیگه تموم. دایی شانس آورده و بدبخت رو داشتم میکشتن. بابا تو بکشن همم راحت. برو دیگه بس کن. وای 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 چه خبر اینجا؟ دو دقیقه نمیذارین آروم باشین. تو رو مرغا ببین تو چه وضعیتی که کردی. بسیار نه. خود چه میگه غیرتیه. این خر متعصبه اصلا. یونس چه خبر اینجا؟ ها؟ یونس جان من بگم چه خبر فرخ؟ چیکار با آب روی من داری میکنی تو؟ بابا این گروفین برداری پولشون رو میگیریم دیگه خلاص. بلکن فرخ اگه این بچه میافتاد با این من چه خاکی باید تو سرم میریختم؟ آره که نیفتاد. من چیکار بکنم؟ قربونت برم نیفتاد، چرا نگرانی؟ آقا تقصیر توه دیگه، اینجا رو به این لاتو لوتا اینجا رو میدی. پول اینو بده بره. پول اینو بده. یونس جانم خوبی قربونت برم. داداش پشه قائله رو ختمش کن دیگه، این دختر بزنین تو گیر کردن. ممکن آره بزنین عینکیه رو یه ذره بزنه، چقدر یه آدم ذروت بزنه. پاشو تا این هم دیگر نکشتن. بابا ولشون کن، بذارم دیگر جر و جر. من میرم این که آبروش بسن. بشین میخوام فراریشون بدم. خدا خیلی خدا فرار کجا میری؟ باز کن تو تا حواظشو نیست فرار کنیم. بودو دیگه برین جمع کنی. بودو مسائل تو جمع کن. سود باش بده مسائل تو. همینه؟ این دایی تو شما هم دست شدین، منو به خاک سیاه شدین. به من چه چی کار داری میکنی فرخ؟ چیکار با خود شلوار 20 کیلو ناموس مردم رو ورداشت آورده؟ برو کمک شد. بیا برو این شر رو به خوابون. بیا آقا چی کار دارن میکنی؟ بیا آقا تو اینجا چی کار کنی؟ نزد آقا 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 ن
خوارت رفت رفت بیا برو ببین هست یا نیست بهت میگیم رفت برو ببین کجا هست بیا برو تو ببینم بلان کن بینیم بابا کجا میخوای جانبا چه دست تو معتب صحبت کن ای ساهی ای ساهی اینا فرار کردن برو دنبالشون بابا بیل کن دیگه وایسا دیگه وایسا بیا برو اینجا بشین میخوام با صحبت کنیم ای رچه منو چی مونده عزیز من اگه ما جلو تو نگرفته بودیم اینو پرد میکردی پایین که الان خودت هم اعدام میشدی دیگه خواهری نمیمون بشین دارم با تو خیلی کارت وحشیانه من خیلی عزیز من بیشون گذر من هی من هیچی به شما نمیدم بشین آروم بگیر دیگه چیکار باید بکنم قلبم گناه بیا تو خانم بسه بری تو تو دیگه چی کارت کرده هی گیری بابا ول کن تموم شد رفتن یه بایی چی کار میکنه پدر ما رو در آوردن اینا چقدر هم چغری خیلی چغری بیا برو یا بشین دیبونه شما ولی چی اومده؟ من میفهمید. چرا میفهمید؟ چرا اینقدر زر میزنی؟ بل نمیکنه. بابا 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 صحبت کن با بزرگتر از خودت آخه بی شعور. بس دیگه پیری. درست نمیدونم چی میگم. اگر من احترام سن نمونم پلیس بیاد. اینو چی سر کوچه اینجا؟ پلیس چرا؟ پلیس برای چی؟ برای چی میگی پلیس؟ قربونت برم وقتی میتونیم خودمون دوتا با هم صحبت کنیم مشکل حل کنیم. من دارم به شما میگم آروم باش من این درو وا میکنم. شما برو هر کاری دوست داشتی بیرون اینجا بکن فقط آروم باش شما بذارید برم اول بعد به من قول بدی من درو برای شما باز کنم بریم حله بریم بفرمایید بفرمایید قول دادی یا برو یا دیگه قول ندی در چه سخت خونه خودت برو دنبال زندگی برو عزیز من بردن اینجا ببر دیگه چون اینجایی هنوز گذاشتم ما بریم زنن دستمون نفاره بلنج من معذرت بخواهم بلش کن بلش کن سعید بچه این دیگر را برو بفرمایید همه گی خانمو ببخشید بفرمایید بفرمایید آقا یونس بله یه لحظه شما تشریف داشته باشید مهناز خانم شما هم همینطور شما هم بفرمایید دوستان بفرمایید تو اتاقاتون من عذرخواهی میکنم از همگی من معذرت میخوام ببخشید بفرمایید خانم خیلی ببخشید ما امشب خیلی سر صدا کردیم شرمنده شما شدی خانم من حتما باید باشم آقا یونس بله اگه امشب این جوان از این بالا میافتاد پایین چی میشد؟ حالا که نیافتاد این حرفش هم دیگه نزنید. باز شما داری حرف خودتو میزنی فرخ میگن اگر میافتاد چی میشد؟ اگر میافتاد خیلی بد میشد. اون نیافتاد. هر کی بود؟ هر کی بود؟ بابا من بودم مقصر. این وای با چه بقاحتی. اجازه بدین آقایون. مقصر نه شما بودین نه ایشون. همه چیز میافتاد گردن پسرعموی من. کی؟ پسرعموی من. کی هستن؟ پسرعموی من صاحب این ویلاه. بهرام چاوشی آخ 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 چقدر کج شد طفلی نگاه آقا فرخ من از همه مشکلات شما خبر دارم حتی جریان 200 میلیون هم میدونم ببخشید دیگه مجبور شدم بگم بله. آقای چاوشی از آمریکا میخوام با شما صحبت کنم. سلام آقای چاوشی. چه سلامی من دارم به شما میکنم. شما نباید جواب منو بدی. شما مثل برادر رو من حساب کرده بودی. من اومدم خونه به اون بزرگی که در اختیارم گذاشتی اتاقاشو اجاره دادم. برای چندر غاز من آبروم و حراج. میدونم. دخترمون بهم گفت. نه. شما اشتباه کردی آقای چاوشی شما بعد به آذرنوش خانم میگفتی یه تیپا به من بزنه بندازه منو بیرون دست دوتا آجام بده ببرن پدر منو در بیارن چرا شما آقای
ول کن، بس کن دیگه. نه آقا، گوشم با شماست. بله. تو آدم بدی نیستی، فقط یه آدم ساده لوحی که گوله و برده از زن قالتاقت خوردی. نه آقا، نیستم آدم خوبی، من نیستم. به خاطر زنتم حالا بالاخره این کارا رو کردی، اشکالی نداره. مخلص شما من آقای جاوشی، دست شما رو میبوسم از دور. ببین کار این گروه فیلم برداری تموم میشه دیگه. درسته. خیلی خوب، اینا که کارشون تموم شد پوله رو میگیریم میدیم مشکل برداری تو حل میکنی. بله بله، چشم. برشم اونجا رو خوشگل ترتمیز کن. منم یه مشکلی برام پیش اومده، یه تا آخر سال فکر نکنم بتونم بیام بیرون. خب دیگه اونجا بمونین زندگی کنین دیگه تا بیام بیرون. بله بله چشم، خیالتون راحت باشه دیگه، من این خبتو نمی کنم. دست شما درد نکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. غزل بدون ساز نبونه، زندون درد بلند باز نبونه، غزل بلند باز نبونه، چرو غزل بدون ساز نمونه، چرو غزل بدون ساز. دای فاروق، دای فاروق، دای زندون دان بلند باز نمونه. دای جان، دای بابا، دای بابا، دای بابا، دای بابا، بلند باز نمونه. بالاخره برای علی دچخه بخری ها. ماشاءالله علی. آها بچا ولش کن. ولش کن. برو علی. ولش کن. علی گلا علی. آماری جانمو. آقای چاوشی رفت و با برف سال بعدی ما هم تو اون مدت کلی از ویلا پول در آوردیم، چون اون گروه فیلم برداری کارشون خیلی طول کشید. میخواستن 20 روز بمونن ولی 120 روز موندن. میخواستن فیلم بسازن ولی سریال ساختن ناقلا. چاوشی هم که اختلاس کرده بود و به این زودی ها نمیتونست برگرده. تو اون مدت من تونستم بدهکاریم و به صابخونم بدم و یه فولی هم بذارم کنار تا به زن و بچه‌م برسم و کلی چیز میز براشون بگیرم. یونس هم دست و بالش باز شد و یه کارایی برای زن و بچه‌ش کرد. گفته بودم لای بدبختیام جفشیشم میارم. یکی از جفشیشای من همین ویلای ساحلی بود. یه ویلای ساحلی گوشه یه قلب تو دارم، شکر خدا رو واسه این حالا. چه عشق کاملی تو رو دارم، چه سنابی که هستی کنارم. تو که باشی دیگه مهم نیست مقصد کجاست، زمین و ابراش خونه ماست. ما همو داریم ولی دلامون از غم جداست. دل ما فرشه زیر پای شما. فردا چی میشه و کجاهایی، الان و عشقه که اون بالایی. من و تو توی قاب دو نفر زیبایی، الان و عشقه با تو تنهایی. تو که باشی دیگه مهم مقصد کجاست، زمین و ابراش خونه ماست. با همو داریم بری دلامون از غم جداست.
فرشه زیر پای شما. جاده تنها به تره دیروزم به سمت رویام یه تنه میرونم آهنگی رو که دوست دارم میخونم. خدایا ممنون هستی کنارم همه بلیطام و پیشت سوزوندم دستم و گرفتی راه و دادی نشونم. نشد یه دفعه منو یادت بره خودت میدونی واسم چی بهتره. رسیدم به تهش هرچی میگذره تو بسازی واسه من قشنگ تره. تو نذاری بارون نمیشه دریا تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا تنهام نزاشتی با این که بودی تنها. دریا باشه خدا بهت کشتی بده سر تو بالا بگیر حتی تیرت خطا بره. آسمون زمین بیاد شده هیچ کسی نخواد چیزی که مال توه فقط به تن تو میاد. تو نذاری بارون نمیشه دریا تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا تنهام نذاشتی با این که بودی تنها. تو نذاری بارون نمیشه دریا تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا تنهام نذاشتی با این که بودی تنها.